درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد درختی که میخوشه از ریشه، درد زنایی که محکومه بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون خوب میهن، تلویزیونی در راستای تحقق آزادی و رسیدن به آرمانهای ملیمون. علیرضا سپاسی هستم، نویسنده و مجری این برنامه که اسمش هست ایران در آینه. مدت این برنامه به توقف کشیده شد، بیشتر به خاطر گرفتاری های من، و امروز که باز هم دوباره فرصتی پیش آمده با مهر و محبت آقای سعید بهبهانی، خوشحالم و بسیار شادمان که میتونم این برنامه رو روزهای دوشنبه از ساعت 1 تا 2 خدمت شما دوستان گرامی و ارجمند تقدیم کنم، با این امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره، و باز هم با این امید دیگه که اگر انتقادی به نظرتون میرسه من رو از اون محروم نکنید. خوشحال میشم که صحبتها، انتقادات و حرفهای شما رو در ارتباط با این برنامه بشنوم. سالها پیش، شاید 2 سال پیش، در یک دلتنگی قریب که بسیار به سراغ ما میاد، به سراغ همه ما میاد، شعری نوشتم به نام میهنم. قصه هام و درد هام رو در مورد میهنم به روی صفحه کاغذ آوردم و حالا از شما اجازه میخوام که اون رو با شما تقسیم کنم. میهنم، آی میهنم، میهنم، آی میهنم، دلتنگ تو هم میهنم، دلتنگ تو ای سرزمین همه روشنایی، در گذشته های خاطره، میهن تاریک در روزهای سیاه امروز. دلتنگ تو هم ای میهن خنده و شادی، میهن رنگ و رقص و جشن، نمیهن عذاب و غم و زنجیر و خشم، میهن بوسه، نمیهن دشنام. دلتنگ تو هم میهنم، آی میهنم، دل شکسته زمین خورده پشت بر خاک میهنم، هزار زخم بر پیشانی، هزار درد در سینه میهنم، میهنم ای جان سوخته در عذاب میهنم. سیراب سیراب سیراب، نز کارون و زایند رود، سیراب عشق کودکان، عشق کودکان گرسنه، کودکان اعتیاد،
کودکان پا برهنه میهنم. میهنم آی میهنم، میهن فرزندان ناخلف، یک دروغ بر لب هزار دروغ بر سینه، میهن سرزمین های سوخته جوانان اعتیاد. میهنم آی میهنم، دلتنگ تو هم میهنم. ای میهن هزار خنجر در آستین، هر خنجر هزار بار جان نازنینت را نشانه، میهن هزار آه در سینه، میهن رنج، میهن سفره های خالی، مردان شرمگین در خانه های بی سفره، میهن ناز دختران ده رنگ صدچین، دختران نشاط، دختران فردا، مادران فرزند این سرزمین، نه دختران ناموس برباد، عفت در حراج، در بازار بی ترحم شهوت اعراب. میهنم آی میهنم، ای سرزمین برکت نه گرسنگی، سرزمین عشق نه کینه، سرزمین لبخند نه اشک، سرزمین روشن نه تاریک، سرزمین لذت نه درد، سرزمین جشن نه عزا، سرزمین مردان و زنان دانا، سرزمین فردوسی ها نه سرزمین خرافه، سرزمین پندارهای باطل، سرزمین نیمه دیوانه ها. میهنم آی میهنم، سرزمین زرتشت نه ابو جهل، سرزمین پاک آریو برزنها، نه سرداران بوسه بر چکمه دیکتاتورها، رفسنجانی ها، خامنه ای ها. سرزمین انسان نه میمون، سرزمین امیر کبیر نه رفسنجانی، سرزمین بابک ها نه احمدی نژاد ها. سرزمین روشنایی در دور دست تاریخ، روشنایی در قعر تاریکی ها، نه سرزمین تاریک در امروز، در این قرن تاریک، در این قرن روشنایی ها. دلتنگ تو هم ای میهنم، اشک ریزان آن غرور نشسته بر خاک، آن رویای خیس افتاده بر آب، آن شرف رفته بر باد در حکومت بی شرف ها. اشک ریزان تو هم ای میهنم، ای میهن زخم و خنجر و درد، ای سرزمین بزرگ نمیهن رنج، دلتنگ تو هم میهنم. شاید ما بین ملت های جهان ملت افغان به دردی بسیار شبیه به درد ما گرفتاره. حکومت های پلید و دزد، حکومت های غارتگر و مردمانی غافل و خرافه زده. ویدیو کلیپی رو که برای شما انتخاب کردم دوستان ارجمند از زبان یه افغانی است، ولی گویا بسیار گویا داره دردها و قصه های ما رو هم بیان میکنه. چه تفاوتی داره که خواننده افغانی است یا ایرانی است؟ مهم اینه که حرف ما رو میزنه و دل ما رو برای همدیگه باز میکنه. از شما دعوت میکنم به این ویدیو کلیپ بسیار قشنگ و بسیار آگاهی دهنده، هیجانی و عاطفی گوش کنید. سرزمین من. تو
در دفاع از حرمت انسانی از هر زندانی که به خاطر عقایدش به اسارت گرفته شده است دفاع میکنیم. بر این اعتقاد پای میفشاریم که هر کس آزاد است هر عقیده و مرامی را داشته باشد و آن را بی تهدید و ترس بیان و تبلیغ کند. هر نوع آزار و شکنجه را برای زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی مطرود و زشت می‌دانیم و با آن مبارزه می‌کنیم. اما همه اینها دلیل نیست که عقاید یک زندانی را به سبب زجری که دیده است بپذیریم. یک زندانی سیاسی هر چقدر شجاع و هر چقدر مظلوم و هر چقدر رنج دیده باشد، ممکن است برای رهبری یک ملت با صلاحیت یا به کلی بی صلاحیت باشد. زجر و شکنجه و زندان و حتی اعدام برای هیچ کس ارزش سیاسی ایجاد نمی کند. این اندیشه های درست یک انسان رنجیده است که ملاک ارزش های او برای رهبری جامعه است و نه میزان رنجی که برده است. بسیار دیده می شود و ما یاد گرفته ایم، ناخودآگاه یاد گرفته ایم، که وقتی که یک نفر مظلوم واقع میشه، وقتی که یک نفر به اسارت گرفته میشه، وقتی که یک نفر به زندان برده میشه و یا اعدام میشه، ما فقط به این بس نمی کنیم که این کار رو زشت و کریه بدونیم، ما فقط به این بس نمی کنیم که از حرمت انسانی او دفاع کنیم. ما آرام آرام و ناخواسته و نادانسته عقاید و نظرات او رو میپذیریم، گرچه این عقاید و نظرات انحرافی، خرافی، بی ربط و بی مورد و گمراه کننده باشند. بارها و بارها به این جمله برخورد می کنیم که گروهی یا سازمانی دم از شهیدان خودش می زنه و وقتی که در مقابل استدلال قرار می گیره به ما میگه ما انقدر شهید دادیم. سؤال اینه که آیا شهادت، آیا مرگ، آیا تکه تکه شدن، آیا زندان رفتن دلیل بر حقانیت عقاید یک گروهه؟ بیشک نیست. شما در نظر بگیرید مردی رو، جوانی رو، دختری رو که بمبی رو به خودش بسته و اون رو در یک بازار منفجر میکنه و با مرگ خودش ده ها و شاید گاهی صدها آدم رو بی خانمان و بی پدر و بی مادر و بی خانواده میکنه و به عذاب و مرگ مینشونه. او جان خودش رو، آری جان خودش رو از دست میده، ولی آیا این از دست دادن جان، این گذشتی که او میکنه و جان خودش رو در راه عقیده و ایمانی به باد میده، دلیل حقانیت کار اوست؟ بیشک پاسخ اینه که نه. شکنجه، زندان، مرگ، تکه تکه شدن، مقاومت هرگز دلیل حقانیت یک فکر و یک ایده نیست. و ما در اینجا بسیار بیاد داریم کسانی رو که در گمراهی مطلق جان خودشون رو برای آرمان خودشون دادند و ما بایستی که توجه داشته باشیم که هر بلایی که بر سر یک زندانی میاد که نباید بیاد و ما اون رو محکوم میکنیم، دلیل حقانیت افکار و نظرات اون زندانی و اون زجدیده نیست. چند روزی است که از 8 مارچ میگذره. 8 مارچ روز جهانی زن. گرچه شاید به نظر کمی دیر بیاد، ولی به خاطر اینکه برنامه من از امروز شروع شده و این مهم رو من نمیخوام به بستر فراموشی ببرم، اجازه میخوام که چند دقیقه راجع به زن با شما دوستان صحبت کنم.
قبل از هر چیز روز جهانی زن رو به همه زنان و مردان آزادی جهان فرخنده باد میگم. گاهی این سوال پیش میاد و گاهی این سوال با من طرح میشه که تو در روز جهانی زن چرا به مردان فرخنده باد میگی؟ دلیلش اینه که رهایی و آزادی زن با رهایی و آزادی مرد، سعادت زن با سعادت مرد در یک رابطه تنگاتنگ و مستقیمه. هرگز نمیشه مردی رو در نظر آورد که بدون یک زن آزاد، بدون یک زن رها، بدون یک زن آگاه به اوج سعادت و رفاه چه در جامعه و چه در زندگی خودش رسیده باشه. به عبارت دیگه زن و مرد در یک جامعه و در یک رابطه اونچنان به هم پیوسته هستند و اونچنان با همند و اونچنان در یک مسیر قدم میزنند که رهایی یکی موجب رهایی دیگری هم هست و زجر و شکنجه و اسارت آن دیگری بدیهی است که نمیتونه به زندگی اون طرف دیگه لذت و شور و هیجان و عشق ببخشه. بله، رهایی زن، روز آزادی زن بر همه مردان و همه زنان، یا اصلاح بکنم حرفم رو، بر همه زنان و بر همه مردان جهان فرخنده و پیروز باد. اما از سوی دیگه زن مظلوم بزرگ تاریخه. شگفت انگیزه که انسان نادان، انسان جاهل، انسان عقل از دست داده، انسان متعصب چگونه میتونه با همه جهلی که داره اینقدر ظلم و ناروایی در مورد کسی به کار ببره که نزدیکترین فرد نسبت به اوست؟ یک مرد چه کسی رو بالاتر از مادرش، دخترش و زنش میتونه داشته باشه؟ چه کسی رو؟ و چگونه است که این مرد به خاطر اون تعصب اون چنان خرق در ظلمت و جهالت میشه، اون چنان گرفتار و اسیر خرافه میشه که بزرگترین ظلم ها رو به رفیق و عزیزش، به دخترش، زنش و مادرش روا میداره؟ بیشک خرافه های مذهبی ببخشید من نقش اساسی در این امر دارند. زن که در طول تاریخ به علت وضعیت خاص جسمانیش یواش یواش و کم کم دستش از تولید کوتاه‌تر شده و به خاطر همین شرایط جسمانی مرد تونسته بر او غالب بشه، آرام آرام به تملک مرد در آمده. مرد جاهل، مرد متعصب، مرد مذهب زده به زن به عنوان یک بخشی از دارایی خودش نگاه میکنه و همچنان که به خودش اجازه میده هر نوع دخل و تصرفی رو در دارایی خودش بکنه و هر نوع کنترلی رو بر دارایی های خودش اعمال بکنه، همچنان که به خودش اجازه میده اگر چوبی رو خواست اره کنه یا بشکنه و اگر باغی رو خواست در اون باغ به دلخواه خودش درختی رو از بیخ و بن بر بکنه یا درخت دیگه‌ای بنشونه، مرد متعصب و جاهل و مذهب زده هم در مورد زن چنین تصوری داره. او برای خودش این حق رو قائله که هر کاری که دلش خواست و هر کاری که لازمه بایستی در ارتباط با زن انجام بده، چرا که بخشی از دارایی اونه، چرا که او مالک زنه. به خاطر اینه که مسائل عجیب و غریب ذهنی پیش میاد. طرز تفکر انسان نادان به جدا کردن زن از جامعه می انجامه. پوست لطیف و ظریف و زیباش در زیر جامعه های خشن و چادر سیاه، چادر شرم‌آور پوشونده میشه. مرد به خودش اجازه میده که با هر کاری که مناسب امیال و میل ها حتی هوس هاش هست کنار بیاد، اما در مورد زن همه درها رو به روی میبنده و اجازه نمیده که حتی زیبایی های زن
توسط زن مورد ستایش قرار بگیره، ازش لذت ببره و آزادانه از آن بهره بگیره. اما درد بزرگتر شاید در این باشه دوستان گرامی، که یک زن، بله درد بزرگ شاید این باشه که یک زن این ناروایی ها و این ظلم ها رو از نزدیکترین افراد خودش میبینه. شما یا من اگر در روزی مورد بی‌حرمتی توسط یک مردی قرار بگیریم، یک لاتی قرار بگیریم که در خیابانی قدم میزنه و حرمت ما رو میشکنه، چندان متأثر شاید نشیم. شاید به این نتیجه برسیم که خب این مردک آدمیست لات، آدمیست بی فرهنگ و این حرکت زشت و این ظلمی که بر ما روا میکنه داشته و روا کرده ناشی از فرهنگش و نادانیشه. اما اگر کوچکترین خطایی، کوچکترین بی‌حرمتی، کوچکترین حتی کم توجهی ما از نزدیکان خودمون ببینیم، دیگه نمیتونیم اون رو تحمل بکنیم، چرا که دوست ماست، چرا که مادر ماست، چرا که برادر ماست، چرا که نزدیک با ماست. و شما به این مهم توجه بکنید که چگونه چگونه زن همیشه مورد ظلم عزیزترین فرد از افراد خانوادش قرار میگیره. برادرش به ظلم میکنه، پدرش به ظلم میکنه و آخر سر شوهرش ظلم میکنه. بر حال رهایی زن با رهایی جامعه، آزادی زن با آزادی جامعه، خوشبختی زن با خوشبختی مرد و برعکس خوشبختی مرد با خوشبختی زن در یک رابطه تنگا تنگه. بدون رهایی و آزادی زن، خوشبختی و رهایی برای مرد هم ممکن نیست و جامعه‌ای که نیمی از موجودیت خودش رو، نیمی از افراد خودش رو به زنجیر خرافه و جهل و چادر و تعصب اسیر میکنه، نمیتونه یک جامعه سالم و مرفه باشه و نمیتونه در جاده پیشرفت و ترقی قدم بردار. روز جهانی زن 8 مارچ هم بر زنان و هم بر مردان آزاده جهان فرخنده و پیروز باد. سالها پیش، فکر میکنم 10 سال پیش، در ارتباط با این مسئله، در ارتباط با این که زن و مرد با هم هستند، به هم لذت میدند، از هم لذت میگیرند، تنهایی همدیگر پر میکنند، همراه و شریک همدیگر هستند و هر دو ستایشگر همدیگه، یعنی زن آزاد ستایشگر مردشه و مرد آزاد ستایشگر زنشه و در این مورد تفاوتی وجود نداره، شعری رو نوشته بودم که آقای شاپور دانشمند و خانم الهام اون رو به تصویر در آوردند. به نظر من ویدیو کلیپ بسیار قشنگی هست که زن و مرد نظر خودشون رو، نظر آگاهانه و آزادانه خودشون رو در مقابل جنس مخالفشون و نیازشون رو به این عشق، نیازشون رو به این لمس، نیازشون رو به این تن و روح هر دو با هم بیان میکنن. از شما دعوت میکنم به این ویدیو کلیپ که توسط آقای شاپور دانشمند هم بازی و هم صداگذاری و هم نورپردازی و هم کارگردانی شده توجه بکنید. زن غایت زیبایی در وجود می آید. درخت هستی شیرین ترین حاصلش را بر بلندترین شاخه میوه می دهد. جهان می خندد. بلندهای دست تمنا ستاره می چیند. وقتی یک زن به شب یک مرد رخ آفتاب گونش را به تماشا می دهد. شادی خلق می شود. خنده ظهور می کند. زیباترین سرود جهان بالاتر از آوای چنگ و قصه نی و نوای تار نغمه آغاز می کند. وقتی شکوه حجم یک مرد بر بستر خالی یک زن حرکت آغاز می کند. بی مرد زن خالی است. روبه تاریکی در دل او جاری است. سینه هر زن با نور پرشکوه چشمان یک مرد
روشن می شود، گیاهش گل می دهد، ریشه شیرینی حیات را چون اسفنجی تشنه می مکد، باغ تنش سبز می شود. زندگی زن بدون عشق مرد کامل نیست. دفتر دل هیچ زنی بدون وجود خط نوشته قانون مرد صاحب واژه پایان نیست. زن گرمای خانه دل مرد است، زن حرارت بستر پر از سرما، زن راحت تسکین بخش تن خسته مرد است، زن سایبان آفتاب کار، نقطه پایان سکوت. زن شیواترین غزل جهان در کتاب دل مرد است. زن همراه مرد در سفر فرداها، یگانه بخت او برای لمس واژه عشق. زن لباس واقعیت و شیرین‌ترین رویاهای مرد است. زن طبیعت آفتاب در جان سرد خاک. زن اثبات واژه عشق در دفتر برهان. زن زیباترین ستاره جهان در آسمان تمنای مرد است. مرد ولوله عشق در بستر لذت، وزن سنگین الماس بر حریر تن. مرد محرم خلوت رازهای ناگفتنی، نمایش لطافت احساس در بازوان قدرت. مرد آینه روشن دیدار و تکرار و تماشا. مرد مفهوم زیبایی پر عزت غرور. مرد حدوث واقعی ممکن در دنیای پر رویایی یک زن است. مرد پناه جان خسته. مرد رفیق راه‌های رفته و نارفته. مرد استوارترین مأمن جهان. مرد جاودانه‌ترین معشوق زن. مرد حضور عاطفی محض در خشونت زندگی. مرد ریزش لطافت آب از میانه دل کوه سنگی. مرد تنها پاسخ روشن و صریح به نیاز خداگونه زن برای آفریدن است. بی مرد زندگی زن لحظه ای ممکن نیست. بی مرد شربت هستی اصلا شیرین نیست. زن تب. مرد تاب. مرد شب. زن مهتاب. مرد ستاره. زن نور آن ستاره. زن تشنگی. مرد جرعه ای آب. جهان دیوار. مرد پنجره. مرد آواز. زن یک پنجره. بستر هیچ مرد بدون گرمای تن زن سرد و اندوهی مباد. باغ هستی هیچ زن بی خورشید وجود یک مرد سیاه و بی نور و سنگین مباد. شنوندگان گرامی و ارجمند تلویزیون خوب میهن، در حقیقت شنوندگان و بینندگان تلویزیون خوب میهن، چون تلویزیون میهن علاوه بر این که یک تلویزیونه به یک شکلی یک رادیو هم هست و دوستانی میتونن اون رو فقط به صورت صدا بشنوند. علیرضا سپاسی هستم، نویسنده و مجری این برنامه که اسم برنامه هست ایران در آینه. بعد از مدتی دوباره در خدمت شما هستم برای ارائه این برنامه که آرزوی بسیار دارم مورد توجه شما قرار بگیره. دیکتاتوری و حکومت‌های دیکتاتوری در طول تاریخ به یک صورت جریان داشتند. شخصی، پادشاهی، ظالمی، دیکتاتوری بر ملتی حکومت پیدا می‌کرده و هر آنچه رو که میخواسته در مورد اون مردم اجرا میکرده. همیشه اینطوری بوده. ولی در چند سال گذشته، شاید در 100 سال گذشته، شکل حکومت‌های دیکتاتوری در سیاهکاری و تبهکاری تکامل پیدا کرده، به صورت دیگه‌ای در آمده. امروزه بسیاری از حکومت‌ها به شکل دیکتاتوری، نه به شکل سوپر دیکتاتوری اداره میشن.
سوپر دیکتاتوری که حکومت‌های مذهبی بخشی از اون هستند به تمام ارکان زندگی یک انسان حمله می کنند. در جامعه فقط به فرامین خاصی برای جامعه اکتفا نمی کنند. اونها حتی به اتاق خواب مردم میان و می خوان که مردم بر طبق نظرات اونها زندگی کنند، نفس بکشند، عشق بازی کنند، حرکت کنند، حرف بزنند. اونها ریزترین و ساده ترین و جزئی ترین حرکات انسانهای جامعه تحت سلطه خودشون رو زیر نظر دارند. سوپر دیکتاتورها حیوانات عجیب و غریبی هستند. جورج اورول، نویسنده بسیار معروف و مشهور و محبوب کتاب قلعه حیوانات، بعد از موفقیت این کتاب با تلاشی پیگیر و قلمی بسیار شیوا و ذهنی بسیار باز و آگاه به تفسیر این نوع دیکتاتوری پرداخته. سوپر دیکتاتورها. جورج اورول در کتاب 1984 که به صورت فیلم هم در آمد و ریچارد برتون در اون بازی کرد، همونطوری که خواهید دید، در کتاب 1984ش ابعاد وحشتناک این نوع حکومت رو، درد ناشی از این نوع حکومت رو که تمام خصائل انسانی رو مورد حمله قرار میگیره و از انسان یک ابزار میسازه، به خوبی شگفت انگیز و ماهرانه شهر. وقتی که ما کتاب 1984 رو میخونیم یا وقتی که فیلم 1984 رو میبینیم، تمام نکاتی که جورج اورول در اون ذکر کرده انطباق کامل و مو به مو داره با حکومت ننگین و سنگینی که بر ما استیلا پیدا کرده. ما تمام پیشبینی های جورج اورول رو در این کتاب در جامعه خودمون میتونیم تماشا کنیم. بینندگان گرامی و ارجمند، تکه به تکه، در حقیقت تو گویی جورج اورول راجع به جمهوری اسلامی است که داره حرف میزنه. همه چیزش منطبقه، همه توصیف ها و همه تعریف های کتاب مو به مو عیناً شرایط حاکم بر میهن ما. یک دیکتاتوری سنگین، یک دیکتاتوری وحشتناک که همه رفتار انسانها رو زیر نظر داره. میگه چه موقع بخندید، چه موقع نخندید، صورتتون رو باید دیگران ببینند یا نبینند، حق عاشق شدن دارید یا ندارید، رقص باید بکنید یا نکنید. و نکته بسیار جالب توجهی که در این کتاب وجود داره و شاید روزهای اول، روزهایی که ما اون رو میخوندیم با ناباوری بهش برخورد میکردیم، اینه که سوپر دیکتاتورها، اون سوپر دیکتاتوری که مورد تعریف جورج اورول، تاریخ رو که عوض میکنند، هیچ حتی واژه ها رو عوض میکنند، واژه ها رو تغییر میدن، اسامی رو در گذشته اینور اونور میکنند. یعنی نه تنها به امروز این جامعه رحم ندارند، حتی به گذشته این جامعه هم رحم ندارند. و شما به خاطر بیارید که همین چند ماه پیش چگونه حکومت جمهوری اسلامی فصل درخشان تاریخ ایران، یعنی هخامنشیان رو از صفحات کتاب مورد تدریس خودش حذف کرد. و اینو جورج اورول چقدر زیبا و چقدر قشنگ و چقدر دلنشین و آگاهانه تعریف میکنه. اونها واژه ها رو عوض میکنن، اونها جمله ها رو عوض میکنن، اونها تاریخ رو عوض میکنن، اونها تاریخی رو که ازش گذشته، یعنی تاریخی رو که انجام شده، به میل خودشون دوباره مینویسن. از شما دعوت میکنم به تفسیری که من بر این کتاب نوشتم و دوستم آقای شاپور دانشمند اون رو اجرا کرده،
به صورت معرفی کتاب توجه بکنید. استفاده شده از فیلم 1984 با شرکت ریچارد برتون برای اینکه صحنه ها تصویری تر باشه و بیشتر به دل شما بنشینه. گوش کنید 1984 رو، ببینید 1984 رو و اون رو مو به مو در ذهن خودتون تطبیق بدید با شرایط حاکم بر جامعه ما. کتاب بی‌نظیر 1984 قصه پرقصه غم‌انگیزترین فصل تاریخ انسانه، فصلی به غایت غم‌انگیز و بیش از حد خونی. ظهور حکومت‌های سوپر دیکتاتور در لباس آرمان‌خواهی و سعادت جامعه. جورج اورول نویسنده بزرگ انگلیسی در کتاب روباور 1984 به وصف جامعه‌ای همت گمارده که ابعاد سبعیت و درندخوییش باور نکردنیه. حالا ما چه این درجه از شقاوت و سقوط انسان رو در کتاب اورول باور بکنیم و یا نکنیم، این واقعیت دردناکه که در ده ها کشور مختلف وجود داره و اون کشورها مملکت رو به اون طریق اداره می کنن. جامعه سوپر دیکتاتوری وصف شده در کتاب 1984 با جوامع استبدادی و دیکتاتوری معمولی در تاریخ فرق داره. جامعه سوپر دیکتاتوری آخرین اختراع و رهاورد انسان سنگ دله در ایجاد ابعاد جدیدی از وحشت، غم، درد و مرگ. جامعه سوپر دیکتاتوری مشخصات ویژه خودش رو داره. در این جامعه رنگ قرمز و آبی و سبز ممنوعه، شادی و خوشحالی ممنوعه، رقص مستجب عقوبته و گریه عین ثوابه. در این جامعه عشق ورزیدن جایز نیست و عاشق شدن گناهه. در جامعه سوپر دیکتاتوری جنگ یک موهبت الهیه، جاسوسی خدمت به میهنه و خشونت واجب و لازمه. در جامعه فرضی کتاب جورج اورول سازمانی خاص به تغییر لغات و کلمات مشغوله تا مفاهیم همه لغات رو عوض کنه. به خاطر اینه که در همه جا جمله جنگ یعنی صلح به چشم میخوره و چهره مخوف دیکتاتور با اون اخم و غضب مشمئز کنندش در تمام دیوارهای شهر دیده میشه که زیرش نوشته شده برادر بزرگ شما را میپاید. در این جامعه همه آدم‌ها یکسان و یک شکلند و با لباس‌های تیره و قلب‌های تیره‌تر به فریاد کردن و تأیید دیکتاتور مشغولند تا بنا بر خواسته برادر بزرگ جهنمی بسازند سوزان که در اون هر کس آرزوی مرگ داره. دیکتاتور بزرگ فقط به دخالت در سیاست، هنر، اقتصاد و سایر شئون جامعه اکتفا نمی‌کنه. او حتی در اتاق خواب افراد جامعه حضور داره. در این جامعه کودکان مسخ شده، اخمو و مریض به جاسوسی پدر مادرها و همسایه‌ها مشغولن و پدرها رفتار بچه‌هاشون رو راپورت میدن و مادرها از کودکان و جگرگوشگان خودشون میترسن. در جامعه سوپر دیکتاتوری شکنجه اسمش راهنمایی و ارشاده و شکنجهگرها خیال میکنن برای منافع خلق گوش میبرن، چشم در میارن و آدم مثله میکنند. در جامعه سوپر دیکتاتوری برای اولین بار در تاریخ شکنجهگرها به کارشون افتخار میکنن. در صحنه تکان دهنده ای از کتاب شکنجهگر دندان لق شده محکوم شکنجه شده رو با مهربانی از دهان اسیرش بیرون میاره و به دور میاندازه، درست مثل پدری که خاشاکی رو از لباس پسرش جدا میکنه. قهرمان داستان کتاب 1984 مردیه به نام وینستون اسمیت که در شهر فرضی مثل لندن زندگی میکنه. سایه برادر بزرگ تمام شهر رو پوشانده. میلیون ها تلویزیون دو طرفه در اتاقها تعبیه شده تا هر حرکتی رو زیر نظر بگیره. اما وینستون اسمیت حتی در زیر این چنین حکومتی علیه اون قیام میکنه. این فجایع باید نوشته بشه و میشه. جان اسمیت به گوشه از اتاق میخزه و از داخل سوراخی که در دیوار ایجاد کرده دفتر خاطراتش رو بیرون میاره و مینویسه. او هر روز مینویسه. اگه این یادداشت‌ها یک جملهش دیده بشه حاصلش اعدامه، اما وینستون اسمیت نمیترسه و مینویسه. همونقدر که دیکتاتور بزرگ به کنترل و قتل عام و به جنگ احتیاج داره، وینستون اسمیت هم برای زنده بودن به نوشتن احتیاج داره. بنابراین می نویسه، می نویسه و می نویسه. وینستون اسمیت در جامعه‌ای که عشق ورزیدن ممنوعه و گروهی از دختران انجمنهای ضد سکس تشکیل دادن عاشق میشه.
با معشوقش به دامن طبیعت پناه میبره و با او هماغوشی میکنه. بعد برای مبارزه به تشکیلاتی جلب میشه که در اختیار پلیسه و وقتی او جایی رو برای خلوت کردن با معشوقش کرایه میکنه در دام پلیس میفته و گرفتار میشه. زیر وحشیانه ترین شکنجه ها وینستون اسمیت ابتدا مقاومت میکنه و بعد میشکنه و خرد میشه. اما اینها کافی نیست. در حکومت های سوپر دیکتاتوری مبارزین راه آزادی باید تا حد اعلای سقوط یعنی تسلیم کامل و قبول 100% رژیم شکنجه بشن و زجر بکشن. در آخرین صحنه های کتاب جایی که قرار چند موش وحشی و گرسنه اعضای صورت وینستون اسمیت رو زنده زنده بدرن و ببلعن، وینستون اسمیت از صفحه روزگار محو میشه و اسمیت جدیدی به وجود میاد. این وینستون اسمیت جدید در روباورترین و غمناکترین صحنه کتاب چنین وصف میکنه: به چهره قولاسا به دیکتاتور بزرگ دیده دوخت. دو قطره اشک از گوشه بینیش فرو افتاد. جنگش با خودش پایان یافته بود و او برخیش غالب آمده بود. به برادر بزرگ مهر می‌ورزید. کتاب 272 صفحه داره، 864 سطر و چیزی قریب به 10,000 کلمه. با 9,996 کلمه از کتاب میشه موافق بود و آن را ستود و تأیید کرد، اما در مورد 4 کلمه آخر نه. باید ایستاد و به جورج اورول گفت: تسلیم ممکنه، شکستن و بر پای دیکتاتور بوسه زدن امکان داره، شکسته و مضمحل زیر شکنجه و یا از ترس شکنجه حتی با دیکتاتور همکاری کردن دور از ذهن نیست، اما دوست داشتن او محاله. بینندگان و شنوندگان خوب و گرامی و ارجمند تلویزیون میهن، تلویزیونی در راستای تحقق آزادی و ایجاد رفاه و سعادت برای میهنمون، تلویزیونی در راستای حرکت به سوی پیروزی و رهایی از دست این حکومت. خوشحالم که به برنامه من توجه کردید و گوش کردید و امیدوارم که با راهنمایی ها و توجهات بیشتر خودتون که به صورت انتقاد خواهد بود، من رو در این کار کوچک فرهنگی یاری بکنید. علیرضا سپاسی هستم، نویسنده و مجری این برنامه. همونگونی که میدونید امسال توسط بنیاد پاسارگارد به نام سال خیام اسم گذاری شده. خیام 4 نابغه است، 4 نابغه بزرگ در یک تن نازنین. ما خیام شاعر داریم، خیام فیلسوف داریم، خیام ریاضیدان داریم و خیام فضاشناس. چرا میگم فضاشناس؟ با اینکه در اون زمان لغت فضا وجود نداشته، به خاطر این میگم که با ستاره شناسی احمقانه و بی ربط و خرافی که در زمانهای بسیار بر ذهنهای عریض پادشاهان و حاکمان رواج داشته و در اون ذهنها حرکت میکرده اشتباه نشه. خیام در حقیقت ستاره شناس به صورت خرافیش نیست، خیام یک فضاشناسه، کائنات شناسه. در ارتباط با این قضیه 4 هفته پیاپی من 4 شخصیت ممتاز، 4 نابغه بزرگ میهنمون، خیام شاعر، خیام فیلسوف، خیام ریاضیدان و خیام ستاره شناس رو با شما طرح خواهم کرد و در موردش گفتگو و سعی خواهم کرد این 4 چهره از این بزرگترین متفکر تاریخ اندیشه در ایران رو، اونچه رو که میدونم و اونچه رو که تصور دارم، با شما تقسیم و در میان بگذارم. از هفته دیگه ما 4 هفته راجع به خیام با هم گفتگو خواهیم کرد. از توجهتون متشکرم. از آقای سعید بهبهانی، مدیر نازنین تلویزیون میهن، هم متشکرم که این فرصت رو به من دادند و تا دوشنبه دیگه با شما بدرود میگم. بدرود تا درودی دیگر. پیروز و سرفراز باشید.